بله بفرمایین. سلام نیما جان. آره حتما تشریف بیارین. من تازه رسیدم عزیزم، فقط اگه یه کمی دیرتر بیان که من کارام بکنم ممنون میشم. بله ممنون، میبینمت، خداحافظ. من با کمک شما احتیاج دارم. چی شده امیر حسین؟ بگو ببینم چی شده امیر حسین؟ این مامان و بابا به زور میخوام منو ببرم مهمونی. من دلم نمیخواد برم مهمونی. منم انسانم، حق دارم بر زندگی خودم تصمیم بگیرم. امیر حسین جان به هر حال پدر مادرتن، هر جا میرن تو باید باهاشون بری، نمیتونی تو خونه تنها بمونی که. مگه تنها نیستن؟ غم ندارم، شما رو دارم میشین با یه گپی میزنی. نمیشه امیر حسین جان، من مهمون دارم. پشت برو خونه تو، مام باباتم اذیت نکن. پشت برو عزیزم. عجب مصیبتی گیر کردی ما، هر شب جمعه اینطوری همش منو ببره خونه دوستاشون. یه بار نمیشه مثلا یه جایی ببرم منو که منم دلم خوش باشه که مثلا گردش، مثلا یه گردش، یه سینما، یه پارکی. ای خدا، کی میشه من بزرگ بشم، زندگیم، تصمیمای زندگیم بیفته دست خودم؟ ای خدا کی میشه؟ منم انسانم. چرا دوست نداری باشون بری امیر حسین؟ میشه علتشو بگی لطفا؟ علتش خیلی زیاده. آخه خونه که ما داریم میریم خونه شایانه. شایانه یه بچه خسیس پر افاد لوس و نونوره. میریم خونه شو نمیذاره اصلا من به اسباب بازی دست بزنم. هی پوزا پدرسش های قرزه شو بده که فقط یه دسته داره. اصلا همه اسباب بازی ها قرزه فقط یه پوز بده که برای مثلا من پدرسش ها دارم. پدرسش هایش هم فقط یه دسته بیشتر نداره. تو به اون چه کار داری عزیزم؟ برو بشین پیش بزرگا. بزرگتر و دیگه بدتر، همش دور هم دیگه میشن، یه حرفا لوس و بیمزه میزنی داره قه 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 میخندن، هی با هم بحث میکنن جل من که مثلا این حرفا رو جایی نگی. ها بابا شایانم که دیگه بدتره، سیگار چس چس میکشه، فوتشو میکنه تو صورت من، پدر ریای من در اومده، شبم که اونجا خوابم میگیره. چه کاریه؟ همینجا میگیرم میخوابم، همینجا یه گوشه میگیرم میخوابم دیگه. امیر حسین پرندخشون، تو رو خدا نذاری من برم. این باز بی اجازه پاشو دومد اینجا. ببخشید پرندخشون، پاشو بریم دیر شد. پاشو، من تصمیم خودم گرفتم، میخوام همینجا بمونم. امیر حسین پاشو، من دست خودت، پاشو ببینم. خواهم که منم به زور شما ببرم خونه دوستم. چه اداهایی از خودش در میاره، هر جا بخوایم بریم همین بساطه. پاشو پاشو دیر شد. مریم جان من فکر میکنم اونجایی که میخوای ببری زیاد راحت نیست، اجازه بده همینجا پیش من بمونه. شما چه گناهی کردی پرندخشون؟ مهمونم ظاهرا داری. نه غریبه نیستن، نیما و نامزدشن. آخه نیما نامزد کرد؟ رسما که نه، قراره با هم آشنا بشیم. خب چه خوب، مطمئنی مزاحمتون نیست؟ آره عزیزم برو، بهت خوش بگذره. شلوغ نکنی یا مشقاتو بنویس. خب خداحافظ. خیلی ممنون. خواهش میکنم پرندخت جون، نامزد همون دختره؟ نه نامزد فرق میکنه، به دختر و پسری که میخوان با هم ازدواج کنن، با اطلاع خانواده شون رفت و آمد میکنن، معاشرت میکنن تا اخلاق هم دیگر رو بفهمن، میگن نامزد. پس این نامزد رئیس جمهور کیه؟ نامزد رئیس جمهور نه، نامزد رئیس جمهوری. نامزد رئیس جمهوری به کسی میگن که داره خودش رو واسه انتخابات رئیس جمهوری آماده میکنه. حالا یا انتخاب میشه یا انتخاب نمیشه. خب این کلام تیبه عروسی داره؟ خب هر کسی رو که برای کاری در نظر میگیرن بهش میگن نامزد. بعضیا برای کار یا شغلی نامزد میشن، بعضیا برای ازدواج. اون وقت چجوری با هم دیگه نامزد میشن؟ معمولا یه جشن کوچیکی میگیرن که بهش میگن جشن نامزدی. بعد برای همدیگه یه انگشتر میخرن، دست همدیگه میکنن تا همه بدونن که اینا با همدیگه نامزدن. خب چرا از اول عروسی نمیگیرن ماجرا سر هم کنن؟ برای که وقت داشته باشن اخلاق همدیگه رو بفهمن. اون وقت اگه دیدن اخلاقشون با هم جور در میاد با هم ازدواج میکنن. اگه اخلاقشون با هم جور در نیومد چی؟ اون وقت نامزدشون رو به هم میزنن. من سر چه چیزایی ممکن اخلاقشون با هم دیگه جور در نیاد؟
مثلا یکیشون میفهمه که اون یکی بد اخلاقه، یا مثلا خسیسه، یا مثلا خودخواهه، یا اینکه اصلا خانواده هاشون با هم هم فکر نیستن. من تعجب میکنم مامان و بابا اینطوری که با هم دیگه اخلاقشون جور در نمیاد چطور نامزدشون رو با هم نزدن. چرا عزیزم اخلاقشون با هم جور در نمیاد؟ اونا که خیلی با هم خوبن. نه بابا، شما که بالا نیستی و ببینی، بابامون شب دوازده شب میگیره تلویزیون روشن کنه فوتبال، اون وقت مادرم دادش در میاد میگه آخر شبی همه میخواد بخوابن تا چرا تلویزیون روشن کنه. یا مثلا مامان یا مثلا مامانم میره بیرون مثلا لواشک میگیره میخوره، با ما لواشک قد متنفر میگه لواشک چه میگیری میخوری. پدرمونه که کوله روشن میکنه، مادرم یواشکی برای کوله رو خاموش میکنه. بابا اینا اصلا اختلاف داره. نه امیر حسین جان اشتباه نکن، اینا اختلاف های کوچیکیه که تو زندگی همه هست. اگه آدم ها گذشت داشته باشن همه اینا قابل حله. پدر مادر تو هم با هم خوبن، اختلافی ندارن. برانده جون جونم آخه این که نمیشه نامزد عزیزم، هر دو نفری که میخوام با هم نامزد باشن باید پدر مادرشون اطلاع داشته باشن. آخه خجالت میکشم. حالا دختری کی هست بگو ببینم. یه دختری هست باباش تو همه تو سر کوچه بابا مهریم مغازه داری، اسم دختره زهراه، چشماش آبی رنگه، موشم اینطوره میبافه، خیلی دختره مهربونیه، برا من از درخت میره بالا برم گردو میچینه برا میاره، بعضی میخوام بردرشو بغل میکنه میبره گردش. امیر حسین جان عزیزم الان برای تو خیلی زوده که راجع به ازدواج فکر کنی، تو باید به فکر درس و مدرسه‌ات باشی قربونت برم. من که نمیخوام ازدواج کنم، من میخوام نامزد کنم ببینیم تا بعد چی میشه، شاید اصلا اخلاقمون بندگی جور در نیامد. عزیزم نامزد کردنم هنوز برای تو خیلی زوده. پونخ جون بخشی فضولی، شما تا حالا نامزد داشتی؟ آخ نجات پیدا کردم. بله سلام نیما جان، بفرمایید. نامزدم سلامتی اومده؟ آره عزیزم اومده. باشه بریم امیر حسین، بشین اونجا قشنگ مشقاتو بنویس، دیگه هم این سوالی از من نکن. باشه آخه میخوام نامزدو ببینم. خب میبینیش الان میاد میبینیش، بشین قربونش برم. خب مشق خونم رو میگم، یه صفحه مش بیساری سلام. سلام خاله پوری، من مهسا، خیلی خوشحالم که شما رو میبینم. وای چقدر شما ماهید. آخه نیما اصلا فکر نمیکردم خاله پوری این تیپی باشم، خیلی نازم. بفرمایی خواهش میکنم بیا تو عزیزم، بیا تو. وای چه خونه خوشگلی. سلام. این کلوچه دیگه کیه؟ پسر همسایه خاله پوریه. چقدرم نازه. اسمت چیه؟ امیر حسین. امیر حسین؟ اسمت که به خودت نمیاد، آخه تو خیلی کوچولویی، بهت بده اسمت کلوچه باشه. بذار بگم چند سالته؟ 8 سالمه که صبحمم. قبول نیست، خودم میخواستم بگم خیلی بدجنسی. مهسا جان چایی میخوری یا قهوه عزیزم؟ من؟ هرچی نیما بخوره. تو چی میخوایی تربچه؟ من چایی. منم چایی مرسی. حتما. منم چایی لطفا. چشم آقا. خاله پوری اشکال نداره یکم فضولی کنم خونتون رو دید بزنم؟ نه خواهش میکنم. وای مرسی من آوردی خونه خاله پوری، چه تابلوهایی هم داره. واو عکسای خانوادگی، بودو بیا معرفی کن. این کیه؟ بچه های دایی پرویزن، سیاوش سارا. سیاوش سارا، این اینه کی؟ پویا. پو...
پویا. و این؟ بهار. مامانت کو؟ مامانتو نشونم بده. اینا. این چی؟ این تویی؟ این منم. الهی بگردم نازی، خدای من از اولم تو رو چه بودی؟ مامانت کو؟ مامانت مامانمه. چه مادر شعر خوشگلی دارم. خب اقلا عکسشو دیدم، تو که من نهی بری خونه تو. این چیه؟ اون تلسکوپه. راست راستیه یا اسباب بازیه؟ نه. اسباب بازی چیه؟ تلسکوپ واقعیه، میشه باید ستاره رو تماشا کرد، البته اگر هوا آلوده نباشه. موش بخوره تو رو کلوچه. آخه با اجازه بفرمایید. راست راستی شما دوتا با هم دیگه نامزدین؟ آره، خیلی به هم میایم نه؟ باید ببینیم اخلاقاتون با هم دیگه جور در میاد یا نشاتن تفاهم نداشته باشه. وای، کلوچه، تو چقدر شیرینی، آدم میخواد بخورتت. خاله پوری، دیگه بشینید، ما از خودمون پذیرایی میکنیم. آها، دستتون درد نکنه. امیر حسین جان عزیزم، بشو بیا. بیا بریم اینجا بشین، هم مشقتو بنویس، هم چایتو بخور. ما میخواییم اونجا یکم با هم صحبت کنیم. میشه قرمونت برم بشی. خیلی خوش اومدین خاله پوری، خونتون خیلی قشنگه، یه جورایی صمیمیه، روح داره، گرمه، مثل خودتون دوست داشتنیه. ممنون. مخصوصا این وسایل قدیمیتون به آدم یه احساس خوبی میده، انرژی مثبت داره. یادگارهای پدر مادرم. من عاشق آنتیکم، اما مامانم دوست نداره، میگه مبلمان آنتیک دلگیره، از دکوریشن مدرن خوشش میاد. چایتون سرد نشه. به به، چای داغ با شیرینی خامه ای. تروبچه، برام یه شیرینی میذاری؟ مرسی. من در مقابل شیرینی اصلا نمیتونم مقاومت کنم. ممنون. چقدر خوشمزه هست. نوش جان. محبم. داشت یادم میرفت، من یک گیفت کوچیک برای شما آوردم. خیلی متشکرم. دلم میخواست براتون گلم بیارم، اما این آژانس ما رو از این راههایی آورد که اصلا گل فروشی ندیدیم. مگه حتما حالا باید برای من کادو میخریدین؟ آخه من دوست دارم به همه یادگاری بدم، اینجوری دیگران همیشه به یاد من هستن. ساعتتو نشون بده نیما، مخصوصا براش ساعت کادو دادم که روزی 1000 بار به یاد من بیفته. قشنگه نه؟ آره خیلی قشنگه، به نظر خیلی هم گرون میاد. چقدر پولشو دادی؟ نه بابا چیزی نشد، ساعتش کهنه شده بود، همش از کار میافتاد. باز کنین دیگه. ممنون. چجوری بازش کنم؟ خب وای چقدر قشنگه. دوستش دارین؟ زوارسکی ها؟ زوارسکیش هم اصله. زوارسکی چیه؟ نمیشناسین؟ زوارسکی کریستالاش خیلی معروفه، چطور تا حالا نشنیدین؟ مهسا جان خیلی متشکر، اما به نظرم میاد این خیلی گرونه، من نمیتونم هدیه به این گرون قیمتی رو قبول کنم. نکنه دوستش ندارین؟ کاش براتون فیروزه آورده بودم. شما سنگتون فیروزه است، دفعه دیگه فیروزه میارم. نه خواهش میکنم این کارو نکنه. کاش برای این کلوچه هم یه چیزی آورده بودم. خب من که نمیدونستم اینجاست. آهان شکلات دارم، بودو بیا بگیر. ببخشید فقط یه کوچولیشو خوردم. پوری خیلی دلم میخواست شما رو ببینم. ممنون. اما نمیدونم چرا نیما منو قایم میکنه از فامیلاش. الان
از کیه به من قول داده منو بیاره پیش شما هی امروز و فردا میکنه. اومدم ازش شکایت کنم. خیلی منو اذیت میکنه. چرا مهسا رو اذیت میکنی نیما؟ آخه خاله مهسا برای ازدواج خیلی عجله داره. حق ندارم خاله پوری. خب میخوام زودتر تکلیفم روشن بشه. اما نیما هی منفی بافی میکنه. هی میگه خونه ندارم، ماشین ندارم، پول ندارم، اینو ندارم، اونو ندارم. خب ندارم دیگه. میبینید؟ خیال میکنه این چیزا برای من مهمه. خاله پوری من اصلا به مادیات اهمیت نمیدم. به نظر من عشق مهمترین چیزه تو ازدواج. مگه نه؟ آره. اما به شرط اینکه آدم احساس دیگه‌ای رو با عشق اشتباه نگیره. نه 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 نه. حس من هیچ وقت به من دروغ نمیگه. باور میکنید؟ همون لحظه‌ای که نیما رو دیدم فهمیدم که عاشق شدم. قلبم داشت از جا کنده میشد. با هیچ وقت اون روز فراموش نمیکنم. چه روزی بود. با هر بدبختی بود شماره‌شو پیدا کردم. بهش زنگ زدم. داشت از خجالت مرد. خیلی وانمک بود. باورتون میشه؟ دو روز بعدش پرواز داشتم. آخه با مامان و بابا اومده بودیم برای تعطیلات. فقط 3 هفته قرار بود بمونیم. اما من به خاطر نیما دیگه برنگشتم. موندم پیش مامانی. الان 3 ماه بیشتره. مهسا جان، پدر مادر تو نیما رو دیدن؟ اصلا شرایطشو میدونن؟ با این ازدواج موافق هستن یا نه؟ مجبور شدن موافقت کنن. چون من بهشون گفتم یا نیما یا هیچ کس. تازه بابام هم حاضر شد که نیما رو ساپورت کنه. اما نیما حاضر نیست هیچ کاری به خاطر من بکنه. یه ذره جسارت نداره. حتی جرأت نداره من به خانوادهش معرفی کنه. مهسا جان، من میخوام توی یه موقعیت مناسب تو رو به خانوادم معرفی کنم. الان وقتش نیست. من نمیتونم وقتی هنوز کار ندارم، هنوز از پدرم پول تو جیبی میگیرم به خانوادم بگم میخوام ازدواج کنم. نیما جان، چرا متوجه نمیشی؟ ازدواج هیچ ربطی به پول و ماشین و خونه و این مزخرفات نداره. مهمترین چیز تو ازدواج عشقه. بقیه چیزا خوش درست میشه. این که دیگه اینقدر بحث نداره. چطور درست میشه؟ بفرما. دوباره رسیدیم سر جای اولمون. من نمیدونم چرا ما حرف هم دیگر نمیفهمیم. خاله پوری، شما تکلیف ما رو روشن کنید. عزیزم، من که نمیتونم تکلیف شما رو روشن کنم. من فقط میتونم نظرم رو بگم. تو رو خدا نظرتون رو بگین. نظر شما برای نیما خیلی مهمه. اصلا ما به خاطر همین اومدیم اینجا پیشتون. ببین مهسا جان، برای هر شراکتی لازمه که آدم ها همدیگر رو خیلی خوب بشناسن، وگرنه یه طرف حتما لطمه میبینه. در مورد ازدواج هم اگر خدایی نکرده ناموفق از آب در بیاد، مطمئن باش که هر دو نفر صدمه میبینن. حالا ممکنه یکی کمتر یکی بیشتر. صحبت یه عمر زندگیه. میدونی چه راه سخت و درازی رو باید با هم برین؟ این راه پر از فراز و نشیبه. من عاشق فراز و نشیبم. من عاشق خطرم. اصلا میدونین چیه؟ دلم میخواد یه کوله پشتی برداریم بزنیم به کوه جنگل. زندگی یعنی هیجان. حالا باید ببینیم نیما میتونه پا به پای تو بیاد یا نه. اگه من دوست داره باید بیاد. مگه من پای پاش نیومدم؟ من حاضرم به خاطر نیما هر کاری انجام بدم. حاضرم تو یه کلبه چوبی وسط جنگل زندگی کنم. اصلا تصمیم با خود نیماست. بله، ممکنه شما بتونید ساعتاتون رو بفروشین، یه کلبه کوچیک چوبی وسط جنگل تهیه کنین. ولی بعدش چی؟ زندگی رویا نیست عزیز من. پس بیاد با من از اینجا بریم. بابام هم که حاضر ما رو ساپورت کنه. شما چی میگین خاله پوری؟ من فقط یه چیز میتونم بگم. عجله نکنین. یکم به خودتون فرصت بدین. یکم صبر کنین. هر جای نیما بودم با مهسا ازدواج نمی کردم. فکر نکن اخلاقشون با هم یه جور در بیاد. چرا؟ مهسا که دختر خوبی بود. برانداختون چیچش خوب بود. خیلی لوس بود. پدر و مادر آدم زحمت میکشن برادر اسم زارا کلیچه کلیچه. خب شوخی میکرد عزیزم. مگه زندگی شوخی؟ اصلا خوشم نیامد. خیلی حرف میزد. نذاش نیمای بیچارم یک کلمه حرف بزنه. چاخانم زیاد میکرد. اصلا و ابدا با قیافش نمیاد درخت بالا بره گردو بکنه. چه برسه با کوله پشتی کوله بالا بره. امیر حسین، اینقدر پشتری دختر مردم حرف نزن، شامتو بخور. از قدیم گفتن حرف راست و از بچه بشنو. ولی از علنگوش خوش آمین داری دلین دلین صدا بزن. اگه وضع مالیم خوب بشه برای زهرا از یه علنگوها میخرم. شامتو بخور.